سلام به همگی متاسفانه هوا خیلی خوب نیست پس مجبورم که توی خونه فیلم بگیرم فعلا خیلی, خیلی سرده حالا بکنم حالا لا اینطوری بمونه آم. بریم به چند تا سوالات جواب بدیم ببینیم که چه خبره و چه سوالاتی رو میتونم جواب بدم عزیزی گفتن که کامنت گذاشتن درود بر شما من ورزش بدنسازی انجام میدم و از غذاهای پروتئین بالا و مکمل استفاده میکنم آیا میشه فستینگ هم داشته باشم درود بر شما اول از همه و اینکه چرا نشه حساس ترین قشر عموما خانم های باردار هستن که برای این قشر هم 12 ساعت 12 ساعت میگن مشکلی نیست پس فکر نمی کنم باز برای شما هم مشکل مشکلی باشه خب حالا پروتئین بالا مصرف میکنید توی اون 12 ساعت توی اون 8 ساعت هر جوری که میخواین پس بگیرین توی اون انجام بدین اگر دیدین که نمیتونید توی مثلا 8 ساعت به اندازه کافی پروتئین مصرف کنید به اندازه کافی کالری دریافت بکنید خب بکنینش یه ذره بیشتر مثلا 10 ساعت بخورید 12 ساعت بخورید مهم اینه که این این باشه این طرز تفکر باشه که من یه تایمی رو بخورم یه تایمی رو نخورم همین حالا بسته برای اون نیازتون یکی میبینید که آقا بدن سازی حرفه‌ای داره کار میکنه خب حجم خیلی زیادی از ژله داره باید مثلا 4000 کالری در روز دریافت بکنه خب این 4000 کالری رو نمیشه توی به فرض مثلا 6 ساعت 4 ساعت جا داد پس سیستم مثلا 4 ساعت خوردن مناسب ایشون نیست یا توی 8 ساعت شاید نشه جا داد به راحتی میشه البته ولی خب به فرض که نشد یه سری بیشترش کنید عزیزی کامنت گذاشتن که برای کسی که مشکل پولیکستیک و اضافه وزن داره فصل چطوره تازه شروع ورزش رو شروع کردم مشکلی نداره صبح ها که یه جورایی از موقع خوابم فصل رو شروع کردم با مده خالی ورزش انجام بدم و تا چند ساعت بعدش به جز آب چیزی نخورم خب نه این چیزیه که من به همه میگم و اگر اشتباه نکنم این مشکل که همون تنبلی تخمدان باشه از بالانس نبودن هورمون ها میاد و باز اگر اشتباه نکنم هورمون استروژن توی این افراد خیلی پایین از حد نرماله حالا این خیلی برمیگرده به چربی جالبه که وقتی که چربی زیاد میخورید حتی توی آقایون چربی زیادی باعث زیاد شدن استروژن میشه و بعد یه مشکلاتی توی آقایون وجود میاره مثلا سینه هاشون افتاده میشه خیلی بدنشون شلوول میشه که خیلی جالب نیست وقتی که شما چربی خیلی کمی مصرف بکنید احتمالا از اون ور پل میفتید یعنی استروژنتون خیلی کم میشه بعد دیگه مشکلاتی مثل تنبلی تختان به وجود میاد بعد دیگه چی پرسیدن آها آم راجب فست و این ورزش رو مثلا مده خالی انجام بدن یا نه راجب ایشون من فکر میکنم اگر دو حالت داره اگر اضافه وزن دارن یعنی اینکه هم تغذیه ناسالمی دارن هم, ازاف... هم زیاد میخورن اضافه وزن دارن پس باید نه تنها تغذیهشون رو درست بکنن بلکه فست هم بگیرن ناشتا هم برن باشگاه و اون اضافه وزن کم بشه تغذیه هم درست بکنن که مشکل هورمونی برطرف بشه از طرفی ممکنه که اضافه وزن نداشته باشن تنبلی تخمدان دارن اضافه وزن هم ندارن این چه موقعی پیش میاد وقتی که شما هورموناتون به هم ریخته نه در اثر مرتب خوردن بلکه در اثر تغذیه ناسالم مثلا چربی سالمی دریافت نمیکنن غذاهای خوبی نمیخورن چی میشه این میشه که هورمون ها بالانس نمیشه به هم میریزه اینه که تغذیه درست بکنن مثلا نهایت 12 ساعت دوازده ساعت بیان فست بگیرن که هورمون ها زودتر درست بشه عزیزی پرسیدن آیا نوشیدنی های بدون شکر فرقی با نوشیدنی های معمولی داره؟ نه واقعا هر دو موزر هستن حالا به طرق مختلف مثلا نوشابه بدون قند الان گندش در اومده که بعد از 20 سال 40 سال که خب سرطان زاست حالا شما مثلا برید سراغ چه میدونم یه نوشیدنی دیگه یه چیز جدیدی که اومده یه چیز صنعتی که مثلا این قند نداره بعد از 20 سال میبینید 20 سال شما مصرف کردین ها به این امید که این چیز سالمیه ولی ولی بعد از 20 سال میبینی که خب در میاد پشتش که خب این مثلا هزار یه مشکل دیگه به وجود آورده پس چرا کلا زائقتون رو تغییر بدید زائقه رو تغییر بدین که انقدر دنبال چیز شیرین نباشید حالا میخواد هر شیرین چرا از این ور بپریم به این ور چرا به اون چیز از این اتوبوس سوار این اتوبوس دیگه بشیم که حالا یه چی بشه همشون یه جور ضرر دارن من توصیه نمی کنم در کل اینو که دنبالش هم نیستم که چی خوبه چی بده که حالا بدونم عزیزی گفتن که دوش آب سرد برای چه مدت یک الی دو دقیقه یا چی کلی علامت زود. یعنی بهتر بعد از حمام یا دوش آب گرم و ملایم بهتر چه زمانی زیر آب سرد بمونیم باید بدونیم هدف از آب سرد چیه یادآوری بکنم که هدف از اون دوش آب سرد وارد کردن این یه شوک موقت به بدنه یه شوکی که باعث به حرکت در آوردن چربی های بدن بشه یه جورایی بدن بره سراغ اون چربی ها جابجاشون بکنه که کار خیلی سختی هست گونی برنج و بیاره بالا و جابجا بکنه چقدر سرد باشه علایز دمایی مهم نیست مهم اینه که شما رو به لرز بیاره شما بلرزید اون لرزشه باعث میشه که بدن چربی ها رو جابجا بکنه حالا مثلا برای یه نفر ممکنه با 20 درجه این اتفاق بیفته برای یکی ممکنه با صفر این اتفاق بیفته خیلی مهم نیست شما عادت میکنید بعد از یه مدت و اینم نباشه که بشه یه چیز هر روزه نه قرار نیست هر روز هر روز شما این کارو بکنید یا اگر شدتش زیاده اگر شدتش کمه که هر روزم اشکال نداره مثلا من با دوش ولرم با آب ولرم دوش میگیرم بعد آخرش یه دقیقه آخر سردش میکنم که فقط یه ذره اینجوری آدم لرزش بگیره اگر که میخواید خیلی بیشتر مثلا بیشتر از یه دقیقه این اتفاق بیفته بذارید مثلا هفته یه بار دو بار این کار رو انجام بدیم که عادت نشه وقتی عادت بشه دیگه خاصیت شاید دست میده خب بعدی سوال نیست یه جورایی نمیدونم تعریف یا انتقاد واقعا اه... یه عزیزی گفته بود که خیلی شبیه عباس نجاد حرف میزنه یکی دیگه هم گفته بود که این بیشتر شبیه انتقاده که گفتن <تص> که دقیقا کپی میکنید حرفای آیا عباس نجاد رو اینجا دیگه برام سوال شد و اومدم کلی تحقیق کردم و متوجه شدم که ایشون کی هستن چی کار میکنن ارتباطشون با این خانواده تیموری ها در کل چیه و کلا درسم اومد و باید بگم که امثال ایشون خیلی زیاد قدیم من تو ایران فکر میکردم که خب این دو روحیه میدن دیگه به یه در روحیه میدن من دوست ندارم از این مدلی ولی خب یه دم اینجورین ولی وقتی اومدم اینجا دیدم که بابا با نه همه جای دنیا اینطوریه همه جا مدل عباس رو دارند چرا دارند چون یه نیازی هست امثال ایشون به وجود میان چون یه نیازی در جامعه و مردم وجود داره من روز ندارم جز این دسته باشم و چجوری بگم تفاوته ببین یه دسته هستن <تصفيق> <تصفيق> مدل ام... همین آقای عباس میان پای کوه پن میکنن بسات کوهنوردی، نوردی مثلا اسا میفروشن کفش میفروشن جوراب میفروشن کاپشن کوهنوردی نوردی میفروشن و میگن آقا تو این مثلا اینا رو میخوای اینا رو بخر این مسیر رو بگی برو بالا این یه چپ یه راست یه ذره سربالاییه ولی تو میتونی تو قوی هستی و بعدش هم میرسی به قله رو بگیری این یه دستن دست دوم کسایی هن که جمع میشن میشینن پای کو میگن آقا میخوایم این ساعت فلان روز مثلا بریم تا قله با خودتون این وسیله ها رو بیارید من نمیفروشم این وسیله ها این لیستشه با خودتون وردارین بیارین و هم بریم بریم قله اینا چی میگن؟ نمیگن برو بالا میگن بیا بالا بیا با من این وری بیا سمت چپ بیا سمت راست با بذار اونجا دست بذار اینجا بیا بالا دست بده من این دو تا دسته با هم دیگه خیلی فرق میکنن خیلی فرق میکنن زمین تا آسمون و متاسفانه دسته اول خیلی معروف ترن چون عموم مردم واقعا نمیخوان تا قله برن فقط دوست دارن بگن که رفتیم تا کو همون پای کو مثلا بگن کفش خریدم کاپشن خریدم یه ذره تا پای کو رفتم منظور همون دوره خریدم چرا که میخوان اون وجدان خودشون رو آروم بکنن که بگن من یه کاری کردم حالا نشدم تا قوله نرفتم ولی یه کاری کردم اون خرج کردنه یه جورایی دارن خودشون رو گول میزنن ببخشید ولی این حقیقت هست دیگه براتون بگم چرا خرج کردن گول زدن خودمونه به خاطر اینکه شما اگر پولی هم خرج نکنید میتونید تا قله برید لزومی نداره کفش آنچنانی بگیرید لزومی نداره کاپشن آنچنانی بخرید منظور دوره های خاص بطوری که اطلاعات انقدر زیاده تو این دنیا تو این اینترنت که شما نیازی به هیچ کدوم ندارید حالا من دوست ندارم جز دسته اول باشم اصلا دوست ندارم فقط روحیه بدم به شما بگم این کارو بکنید اینو بخرید اینجوری برید نه اصلا همچی چیزی نیست من دوست دارم کنار دست آدمایی مثل دیوید گاگینز قرار بگیرم حالا اگه بشناسید میخندید میگین تو کجا دیوید گاگینز کجا آرزو بر جوانان اب نیست و من هم هنوز جوونم دیگه چشکال داره ولی هدف من اونه اون مسیره نه این حالا اگر یه ذره حرفام شبیه شد باید کنید نیست بریم سوال سوالای به در بخور سوال من در مورد چاقی بچه ها و اینکه آیا فست برای آنها خوبه یا نه با تشکر حسین عزیز آقا حسین عزیز سوال سختی هست ولی سعی کنم نظرم رو بگم نظر من راجع به بچه ها اینه که بچه ها باید انسولین خونشون نسبتا بالاتر باشه چون توی رشد هستن اصلا چرا مثلا نوزاد شیر میخوره شیری که العاده انسولین رو بالا میبره همش چربیه که رشد کنه سریع بچه هم تا وقتی که تو سن رشد اشکال نداره که یه مقدار مثلا کالری بیشتری دریافت بکنه یعنی اشکال نداره که چی ای باید اینجوری باشه که به اون اضافه رو به رشد بده بدن ولی این مقداره باید مثلا 10 درصد بیشتر باشه 20 درصد بیشتر باشه وقتی که خیلی بیشتر شد دیگه به مشکل میخوره یعنی بیشتر از اینکه به قد بدتش به عرض میدتش و اینجای کار خراب میشه باید یه نگاه دقیق به بچه انداخت آیا تحرک داره یا نه اگر تحرک نداره اول اون تحرکه رو براش ایجاد بکنیم بذاریم که یه ذره خرج بکنه از اون کالری رو اگر که تحرک داره و باز با این حال داره چاق میشه اون موقع بریم سراغ یه چیزی مثل فست و از بی نوع فست شروع بکنیم یعنی مثل دوازده ساعت دوازده ساعت چرا که باید بچه رشد بکنه و شاید نتونه اون مقدار کالری رو توی 8 ساعت 4 ساعت قطعا نه دریافت بکنه پس 12 ساعت 12 ساعت خیلی رنج سیف مطمئنیه اون بهتره عزیزی پرسیدن که ممنون فرشید جان بابت زحمتی که میکشی خواهش میکنم قابل نداره میشه در مورد زده مغزی ها که میگن توی پروتئین های گیاهی و حبوبات به خصوص هست توضیح بدی درسته که تقریبا پروتئین موجود در خودشون رو غیر قابل جذب میکنن بله تا حدودی بستگی داره به مدلش این در اصل برمیگرده به لکتین یه سری مواد غذایی گیاهی منابع گیاهی و نشت روده که تو قسمت 15 راجبش صحبت کردم وقتی که این سری مواد غذایی رو دریافت میکنید انقدر التحاب در روده ایجاد میکنه که دیگه نه مواد مغذی خود اون ماده رو میتونید جذب بکنید نه مثلا چیز دیگه ای که همراه باهاش خوردید یه جورایی کار جذب مواد مغذی رو خراب میکنن مشکلات نشت روده خیلی خیلی پیچیده است خیلی مفصله و هنوز چیز جدیدی راجبش نیست چیز جدید نه چیز به درد راجبش نیست یه جای سندروم بهش میگن چون سراترش معلوم نیست بعضی چیزاش منطقیه و تنها حداقل کاری که شما میتونید بکنید اینه که اگر میبینید یه ماده غذایی به شما نفت میده یه مقدار حذفش بکنید کمش بکنید ببینید چطوری میشه اگر دیدی که شرایط روده بهتره یعنی اون منبع گیاهی حالا مثلا چی بود یه سری حبوبات مخصوصا آره بادم جون گوجه خب اونو کنار بذارین چون شما نمیتونید با اون پروتئین لکتین کاری بکنید و اون التهاب بعدی توی معدتون توی روده ایجاد میکنه عزیزی کامنت گذاشتن که آب راجع به آب قلم گفتن که چربی که سرش جمع میشه رو بریزیم دور چرا؟ همچی <عصنی> کاری خب <بکنی؟ تصفيق> اون چربیه یه چربی خوبیه دیگه که جمع شده حالا حالا یاد آمد که یک دیگه یه یعنی عزیز دیگه ای هم که فکر میکنم حسابی کتبانو باشن کامنت گوشه بودن که اون چربی رو رو جمع میکنن و جای دیگه توی غذا استفاده میکنن مثلا میخوان چیزی سرخ بکنن احتمالا از اون چربی استفاده میکنن اون چربی خیلی خاصیت داره خیلی چربی سالمیه و شما میتونید تو غذا استفاده بکنید حالا به دو صورت میتونید استفاده بکنید یا غذا رو کلا کم چرب درست کنید خورشت رو خورش و بعد اون آب قلم رو با چربی بریزید توی خورش این حالت یا دو چربی رو جدا بکنید یا آب قلم دارید یه چربی اون سرش رو دارید حالا اگر غذا لازم داره چربی خب از اون چربی استفاده بکنید اگر نداره فقط آب قلم رو ریختید توش میشه مثلا اینجوری جدا سازی کرد یا اون چربی رو مثلا جای دیگه استفاده کرد در کل اون چربی چیز خیلی خوبیه از اون استفاده بکنید که دیگه از روغن های صنعتی استفاده نکنید هدف کلا همینه ارزیجی کامنت گذاشتن که لطفا راجع به رایس کیک صحبت کنید رایس کیک چی هست با رایس کیک چیه آه، این چیزا ام... من نمیدونستم چه سر رایس کیک میگن اینا رو یه بار که کرده بدم خیلی خوشم نیومده بود خب خیلی واضحه این اصلا چیز خوبی نیست چرا چون چون که فوق العاده خشکه برای اینکه این شکلی بشه تمام آبش رو ازش میگیرن فیبری هم درش باقی نمیمونه در نهایت بعد فوق العاده پروسس شده است به بس اصطلاح اینا بهش میگن اولترا فود دیگه اصلا از این بالاتر نداریم پروسس شده باشه بس... چرا همچی چیزی بخوریم میدونم کار مثلا بیسکویت میکنه احتمالا مثلا دنبال یه جور جایگزینه یه چی میگم میان وعده مثلا باشه که سالم باشه ولی اصلا نیست شاید روغنش رو مثلا صفر بزنه ولی تماما کربوهیدراتیه که هیچ چیز دیگه همراهش نیست وقتی میخورید خون شما رو به شدت بالا میبره با سرعت بدی بالا میبره خوب نیست عزیزی گفتن که من صورتم جوش میزد چهار ماه فقط میوه خوردم و از کم کردم و پر انرژی شدم خوشبالتون صورتم سفید شد عرق بدنم کم شد خوابم خوب شد و احساس سبک بودن میکردم شما فقط اطلاعات رو میگیرید میگید فکر کنم ازش روش بود وگرنه میوه خاره هست چل سال تجربه میوه خاری داره و خیلی هم سلامت هست نظرتون رو میفرمایید اگر سلامتان که خب خوش مشکل نداریم که سلامتی باشید <applause> بعد گفتن که ادامه همون کامنت گفتن که کبدی که ویروسی شده رو چطور میشه پاک کرد آه خب الان سالمین یا کبدتون ویروسی شد این خیلی جالبه البته آها ایشون اومدن یه کامنت دیگه هم گذاشتن دقیقا همون آیدیه دقیقا همون آیدی آها آه گفتن که الان همه چی میخورم همونجا کامنت گذاشتن که الان همه چی میخورم آزمایش دادم آنزیم های کبدم بالاست کلسترول و تریگریسید هم بالاست چه انتظاری داشتید همش میوه خوردین خوابم میبره نفهمیدم بالاخره پر انرژی شدید چون اونجا گفتن که پر انرژی شدم خوابتون خوب شد اونجا گفتن خوابم خوب شد یا نه همیشه خوابتون میاد بالاخره کدومش چطور ممکنه که توی دو تا کامنت شرایطی به این بزرگی مثلا عوض بشه؟ خارش پوست دارم بله. پوستتون خوب شد یا بالاخره خارش پوست؟ کبد خراب شه، پوست سرخ و ملتهب میشه، هزار مشکل پوستی به وجود میاد. ویروس هپاتیت سی هم در کبد دارم، بله چیکار کنم؟ پاکسازی کبد بشم؟ خواهر من یا برادر من نمیدونم چون آیدیش اصلا مشخص نیست وقتی که بعد از چهار ماه چهار ماه میوه خوردن وضعیتتون اینه چرا اینقدر شدید ازش دفاع میکنید وقتی یه چیزی براتون جواب نداده بعد از چهار ماه پنج ماه خب قب... قاعدتا جواب نمیده دیگه حالا شما یه نفر تو ذهنتونه که چهل سال میوه خورده هنوز سالمه اصلا عمرا اگر شما اطلاعات کاملی از اون چل سال زندگی اون فرد داشته باشید فقط میدونید میوه خورده نمیشه عموما من فکر میکنم 99 درصد مواقع این سیستم های خامگیاخاری و مخصوصا می... تماما میوه خاری اصلا جواب نمیده فشار خیلی زیادی به کبد میاره کبد شما رو نابود میکنه چون فقط دارید همش قند میخورید اگر بخواید اون کالری روزانه که نیاز بدنتون هست رو دریافت بکنید یه حجم عظیمی قند باید مصرف بکنید که این فشار خیلی زیادی به کبد میاره خب بعد از یه مدت میگید نگاه کنید پوستامینه نمیدونم دیگه چی بود مشکلاتشون خوابش خراب شده خب مشکلات هورمونی قطعا به وجود میاد خواب شما خراب میشه آنزیم کبدشون بالاست تریگریسیرید بالاست حالا کلسترول نمیدونم داستانش واقعا ربطش به اینجا الان چیه ولی طبیعیه دیگه شما دارید با بدنتون کاری میکنید که براش تراحی نشده و انسان از اول تراحی شده این کار اصلا اینگاه تکامل پیدا کرده که همه چی بخوره ما نگاه بکنید فقط به دندوناتون مدل های مختلفی دندون داریم خیلی از حیونا کلا یه مدل لندون دارن سر از این سر تا این سر یه مدل لندونه ولی ما تنوع داریم یعنی چی یعنی که باید همه چی بخوریم یعنی که این دندونا برای همه چی خوردن طراحی شده و چرا بیایم یه سیر عظیمی از مواد غذایی رو بریزیم دور بذاریم کنار که فقط مثلا بچسیم به یه چیز اصلا اصلا منطقی نیست اصلا منطقی نیست و نگاه نکنید که مثلا مود شده ترند شده باور کنید یه عده این کارو میکنن فقط برای خودشیرینی که مثلا بگن ما خیلی کر میکنیم ما برامون خیلی مهمه جون حیوونا پس نمیاییم مثلا محصولات حیوانی مصرف بکنیم فقط میخوایم گوش بخوریم اصلا بیشتر مواقع که دروغه خیلی وقتا اصلا این ویگن های, ویگن های معروف ببخشید گندش در میاد که مثلا طرف یواشکی ساندویج همبرگرش رو میخورده صداش در نیاد نمیدونم یکی دیگه بوده بعد از یه مدت اصلا ول کرده کلا عوض کرده رفته سراغ گوشت خوردن ولی همچنان به اون فن پیجی که درست کرده به اون کشایی که باورش داشتن و ازش پیروی میکردن همچنان میگفته که نه شما ویگن باشید ویگن ویگنی خوبه ویگن و فلان ولی خودش در زندگی شخصی رفته سراغ گوشت خوردن خیلی از این جور افراد زیادن الان اسم خاصی توی ذهنم نیست اما ام اینا معمولا یا ول میکنن به خاطر مشکلات پزشکی یا میمیرن یا هزار یه برشو پیش میاد حالا شاید یه درصد برای شما جواب بده خوش به حالتون اگر جواب میده انجام بدید اگر جواب نداد ازش دفاع نکنید بعد از چهار ماه که بدتون داغون شد ازش چرا دفاع میکنید خب جواب نداده دیگه چه انتظاری دارید برید سراغ یه روش بهتر و چیزی رو حذف نکنید چیزی رو به کل به نظر من حذف نکنید مگر این که به این نتیجه برسید که اون ماده داره اذیتتون میکنه در اون صورت حذفش بکنید آه، گلوم خوش شد این قسمت رو تموم میکنم و ولی خب سعی میکنم تون تون از اینجور مثلا پاس خوبی به سوالات بذارم چون خیلی زیاده خیلی زیاده و خیلی سوالات هم تکراری هست که حتما اینجوری ویدیو ضبط میکنم امیدوارم که هر جای دنیا هستین روز خوبی شب خوبی بسته به اینکه کجای دنیا هستین و که این ویدیو رو میبینید داشته باشید تنتون سلامت دلتون شاد موفق باشید تا بعد